حسین انتظامی رئیس سازمان سینمای ایران از رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی خواسته زمینه های رفع توقیف فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری را فراهم کند. این فیلم که در سال 89 ساخته شده امروز برای دومین بار توقیف شد و بعضی عوامل آن تحت پیگرد قرار گرفتند. مریم زهدی گزارش می‌دهد. خانه پدری این اولین بار نیست. خانه پدری سال 89 ساخته شد و امروز برای دومین بار توقیف. اولین بار بعد از حدود 3 سال و امروز بعد از تنها چند روز اکران. رفع توقیفش را عده‌ای دستاورد فرهنگی دولت حسن روحانی قلمداد کرده بودند. خانه پدری قصه خانه است که مردان آن به زنانش ظلم می کنند. مردانی که اهل تعزیه و تعزیه خانی هستند. این بار توقیف تنها نبود. دادستان تهران علاوه بر جلوگیری از پخش فیلم خانه پدری گفته کلیه مرتکبان و مقصران هم تحت تعقیب هستند. ولی مشخص نیست این مقام قضایی به چه کسانی اشاره می کند. منتقدان سینمایی می گویند خانه پدری نماد ایران است و ظلمی که به زنان خانه قجری می شود نماد ظلم روزگار حاضر به زنها. آنجا که مشخصه خب این یک فیلم نمادگراست. فیلم رو من همون سال جشنواره دیدم و با اتفاقاتی که افتاده و شنیده شده فیلم بدون جرح و تعدیل و اصلاحیه‌ای قراره که پخش بشه به صورت کامل. متاسفانه خب فیلم به عنوان خانه پدری است. خانه پدری نماد از کشور ایرانه که در طی قرون مختلف و فرهنگ صده‌های مختلفی زندگی خانواده‌ای رو نشون میده، از یک پدر جدی تا پدر بزرگ و پدر و فرزند که در یک چیز مشترکن اینا و همگی مردها در این خانه که کل اتفاقات هم در این خانه اتفاق میفته و هیچ صحنه خارجی این فیلم خارج از این خونه نداره، همه به زنان ظلم میکنن. منتقدان به خشونتی که در فیلم تصویر شده اشاره می کنند. صحنه‌ای منزجر کننده ای داره. اگر که بخواد رده‌بندی سنی داشته باشه حتما باید بالای 18 سال باشه. یادم برخی منتقدان سینمایی هم به شدت طرفدار این فیلم هستند. یک سکانس افتتاحیه شاهکار داره که من فکر می کنم یکی از تاثیرگذارترین سکانس های افتتاحیه توی سینمای کشور ما باشه. اما آقای عیاری قبلا به این انتقادها جواب داده بود. یعنی به خودشون اجازه میدن که داوری کنن به این معنا که ممکنه لحن و گویش این فیلم یا مسئله مطرح شده در این فیلم با به طبع مردم نباشه، چون این نیست. بله ممکنه یک صحنه در فیلم باشه که تکان دهنده باشه برای تماشاگران، اما مصرف این صحنه به گمان من بسیار لازم است برای اینکه فیلم رو کاملا در ارتباط با تماشاگر قرار بده، به فیلم منگنه بشن تماشاگران و بچسبن و بتونن این فیلم رو که داستان خیلی پیچیده‌ای نداره و گره‌های دراماتیک خاصی هم در لحظات بعد از اون صحنه اول نداره درک کنن، دریافت کنن. حجت نظری سخنگوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران از توقیف این فیلم انتقاد کرده ولی در توییتر پیشنهادی هم ارائه کرده. تصمیم گیری در امور فرهنگی باید به مسئولان و متخصصان همین حوزه واگذار شود تا بر اساس خواست مردم عمل کنند و شائبه خانه پدری از طریق گفتگو و هر گونه دخالت جهتدار و مخالفت با اراده ملت از بین برود. امیدوارم مسئله توقف نمایش فیلم برای مقاماتی که دستور به توقیف دادند حل شود. حساسیت مقامات قضایی در واکنش سریع به این فیلم و توقیف آن مطمئناً با بازتاب‌های کم سابقه این فیلم در میان اقشار مختلف جامعه رابطه مستقیم دارد. مریم زهدی، بی بی سی. در این باره بیشتر گفتگو می‌کنیم با بهمن فرمان‌آرا، کارگردان از تهران با ما، و همینطور ناصر صفاریان، فیلمساز و منتقد سینما بازم از تهران با ما. آقای صفاریان، دلیل توقیف و این همه ماجرا چیه؟ یک بار اجازه پخش داده شده، خود فیلم هم توسط یک نهاد رسمی حمایت مالی شده. سلام بر شما و شبتون بخیر. فیلم همونطوری که شما اشاره کردید مشکلی که برایش پیش اومده بار اول نیست، برای سومین باره که تقریبا این اتفاق داره پیش میاد و همین ماجرا رو پیچیده تر میکنه. اون چیزی که مخالفان روش دست میذارن و اشاره میکنن بهش سنتی بودن خانواده‌ایه که این ماجرا روش اتفاق میفته.
و خشونتی که ما در فیلم میبینیم. فیلم توی یک فضای بسته است، یک خونه، چند تا آدم، و خود این بار در واقع معنای قصه رو میتونه به سمت تمثیلی شدن و برداشتهای تمثیلی پیش ببره. ولی معناش این نیست که فیلم ساز چنین چیزی میخواد و لزوماً همینه که مخالفان میگن. ببین، ما با چند تا آدم طرفیم، یک خونه، یک خانواده. نکته‌ای که مهمه اینه که باید بهش دقت کنیم اینه که ما با یک خانواده طرفیم، یک خانواده، نه لزوماً خانواده ایرانی. نمونه موردی لزوماً میتونه این نباشه. یک خانواده است که فیلم ساز به عنوان یک ماجرای داستانی و دراماتیک داره بهش نگاه میکنه. اتفاقی که میفته اگرچه ریشه در واقعیت داره، ولی فیلم ساز داره با بال و پر دادن، شاخ و برگ دادن، درام رو تقویت میکنه تا یک فیلم به ما نشون بده. بسیار. آقای فرمانارا، شما هم تجربه توقیف دارین، از تجربه خودتون بگید که فیلم های شما هم اجازه پخش پیدا نکردند. ببینید، این یک بیماری است که ما مدت ها گرفتارش هستیم. یعنی ما یه ملوپ توایفی فرهنگی در مملکت حاکمه که شما میتونید در تهران به فیلمتون جایزه بگیره، در مشهد شلاق بخوریم برای همون فیلم. تا این مسئله حل نشه و 40 سال گذشته و هنوز حل نشده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی سینماست و قاعدتاً باید حرفش خونده بشه سراسر ایران، ولی شما میبینید یه فیلمی رو در کرمان میخوان نشون ندن، در جای دیگه نشون میدن. و در مورد فیلم آقای عیاری که از موقعی از فیلم 8 میلیمتری میساخته، فیلمساز خوبی بوده، فیلمساز فوق‌العاده‌ای و تو ایران داره کار میکنه، این شل کنسپت کن در مورد اکران یک فیلم واقعا باعث تأسفه و ما نمیدونم که از شهرش خلاص میشیم، به خاطر اینکه یک نفر در یه جایی میشینه و میگه که منظورش اینه. حالا بر اساس این منظور یا حد زدن، شما میبینید فیلم از اکران میاد پایین و هیچ کم جوابگو نیست که آقا کی بود که این کار کرد، کی بود که شکایت کرد. و این سر فیلم خود من خانه ریاب آمد، سر فیلم های دیگه اومده که پیش قاضی هم که میری میگه من فیلم ها ندیدم، میگن که خب میتونم شکایت رو ببینم، نه اونم نمیتونین ببینین. خب این چیز نیست و این فیلم استثنا نیست، ولی فیلم بسیار خوبیه و باید نمایش داده بشه. حالا چرا بعد از 12 سال باز یه کسی آمده و یه همچین کاری کرده و یه همچین رأی داده، این گرفتاری سینما ایرانه. گفتید که روبروی قاضی هم میستادید به خاطر فیلماتون، چی میشه که قوه قضاییه وارد میشه؟ من برای خانه روی آب دادگاه رفتم و از قاضی پرسیدم که آقای قاضی شما فیلم رو دیدین؟ گفت نه. گفتم شما میتونین به من بگین که کی شکایت کرده؟ گفت نه. گفتم پس من تکلیفم چیه؟ 2 سال طول کشید تا بالاخره یه هیئت 16 نفری در وزارت ارشاد نشستن و فیلم رو دیدن و گفتن اینجا و اینجا و اینجاشو در بیارید و بالاخره فیلم اکران شد. ولی همون روزی که اکران شد، باز نزدیکای ظهر یه دستور دیگه اومد که این فیلم نمایش داده نشه. بسیار. اینه که این گرفتاری برای یه نفر نیست، ولی در مورد فیلم آقای عیاری واقعا کم لطفی شده. آقای صفاریان، آقای فرمانارا به ملوک و طوایفی فرهنگی اشاره کردند. آقای روحانی وقتی میخواست بیاد سر کار، 2 بار در 2 مقطع خیلی تاکید داشت که اهالی کار سینما و فرهنگ باید به اهالی سینما و فرهنگ واگذار بشه. دلیل این تعدد مراکز تصمیم گیری چی از نظر شما؟ برخلاف اون تصوری که عموماً اهالی هنر دارند که همه این تصمیمات باید در
جایی به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته بشه، نهادهای دیگه هم در این تصمیم گیری ها و تطبیق سازی ها میخوان شریک باشن. این مشکلی است که در همه این سالها وجود داشته، با تغییر دولت ها گاهی کمتر میشه و گاهی بیشتر. در این مورد خاص، فارغ از اینکه توقیف فیلم رو در واقع دلیلش رو اصلا موجه بدونیم یا ندونیم، من فکر میکنم اشتباه در واقع بزرگی که اتفاق میفته ورود قوه دیگر غیر از در واقع دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه. اینکه حتی اگر قرار جلوی این نمایش گرفته بشه، با استفاده از سازوکارهای درون وزارت ارشاد میتونه این اتفاق بیفته، به خصوص در مورد فیلمی که فیلمسازش قبلا مجوز گرفته، مسیرها رو طی کرده، به اصلاح تن داده طبق گفته وزارت ارشاد. و اینجا خیلی علامت سوال پیش میاد برای همه که چرا از یک جای دیگری جلوی این نمایش رو میگیرن. ضمن اینکه یک چیزی رو شاید خیلی از بینندگان ندونن، اینه که در شوراهایی که در وزارت ارشاد وجود داره، شورای پروانه ساخت، شورای نمایش، اینگونه نیست که فقط اعضای از شورای وزارت ارشاد باشن. این شوراها از جاهای دیگر، نهادهای دیگر، نگاه‌های دیگر توش حضور دارن، یعنی نهادهایی که بیرون از وزارت ارشاد هستند برای ساخته شدن یک فیلم نظرشون رو موقع میدن، برای پروانه نمایش میدهند، و حتی بیرون از چارچوب نهادهای دیگه در وزارت ارشاد همیشه سلیقه‌های جناح مخالف، جناح مقابل هم توی این شوراها لحاظ میشه. مثلا بعد از سال 92 و دولت جدید، همه یادشون هست که خب آقای جمالی شورجایی که منتصب به جناح مقابل بود، در شورای سینمایی بعدی باقی موندن. برای این نگاه طرف مقابل هم قرار بود حفظ بشه، و این تعجب رو برای اینکه مشکل پیش میاره بیشتر. آیه فرمانارا، برداشت من از حرف شما این بود که دست کم در این مورد و مورد خود شما قوه قضاییه وارد شده، گره از اونجا ایجاد شده. تا چه اندازه باز کردن گره دست قوه قضاییه است؟ مثلا آقای انتظامی از رئیس قوه قضاییه خواستند وارد بشه. والا این گلوک و دوایفی که من راجع به صحبت کردم، فقط در مورد سینما نیست، در مورد کتاب هست، در مورد نمایش هست، در مورد همه اینها هست. و این گره یک گره کوره، برای اینکه بالاخره اگر بعد از 40 سال هنوز این گره باز نشده، یه اشکال اساسی در ساختاره. آقا تالاهی نه انقلابی با یک کتاب شده یا با یک فیلم یا با یه چیز موسیقی یا با یه تئاتر. همیشه زیربنای هر حرکت اجتماعی اقتصاده. حالا اینکه این فیلم رو چند نفر ببینن، با چه شرایطی ببینن و نبینن، هیچ تأثیری در روند روزانه زندگی مردم یا اجتماع نداره. ولی این آقایون مصرن که نه، این مزاحمه، داریم به ما میزنید، و الا چرا اصلا حکومتی باید حکم زندان برای یک فیلمساز بسازه؟ آقا شما اگر نمیذاری یک کسی فیلم بسازه، خب نمیسازه. ولی اگر بعدن ساخت، نه این باید زندانی بشه، نه باید ممنوع خروج بشه، هیچ کدوم اینا. آخه کجای دنیا کارگردان رو ممنوع خروج بکنن بابت یه فیلم؟ هیچ جای جهان اینطوری نیست. ما و این بیشترش برمیگرده به همون تز علوم طوایفی که جناح‌های مختلف با هم موافق نیستن و ما 40 سال گذشته، ولی هر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلام که میاد دیگه قبلی ها خیلی بدکار کردن. آقا بالاخره یه جا بشینه با هم توافق بکنید که این چیزی که دست شماست اولا چی میخواییم بگیم با مرد. ممنونم از بهمن فرمانارا، کارگردان از تهران با ما، و همینطور از همین شهر ناصر صفاریان، فیلمساز و منتقد سینما.